بسم الله الرحمن الرحیم. زیاد مصدده میشم از عرض سلام و عرض مدد و خدمت همکاران مطالعم از این که به موقع تشریف آوردید تشکر میکنم. یه خواهش هم دارم که این که باید نشستم تشریف بیارم جلو جوری بهتره. خیلی یعنی کچله هفت با صدا زیاده کنه بیارم جلو که همین رو جا هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خوشنودی قلب نازنین حضرت ولی عصر و تعجیل در امر فرجشون صلواتی ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همکاران ارجمند، سروران گرامی. توفیق دارم که در خدمت شما باشم. تجاربی رو که در طی 3 سال گذشته در عمدتاً مجموعه صلحا کسب کرده ام رو خدمت شما تقدیم بکنم. البته ابتدا لازم هست که یک حقیقتی رو اعتراف بکنم و اون این هست که در محضر شما عزیزان به ویژه پیشکسوتان و بزرگترهای خودم زیره به کرمان میبرم. املایی رو بنده نوشتم تقدیم میکنم که غلطهاش رو با شما انشاءالله اصلاح بکنیم. سخن از یادگیری مشارکتی است. قبل از این که به یادگیری مشارکتی بپردازیم به اون واژه نخست این کلمه ترکیبی میخوام بپردازم، یادگیری. اگر سوال بشود که هدف از تدریس چه هست، معلم میره سر کلاس
تدریس که میکنه تدریس رو به چه منظور انجام میده تقریبا دیگه بارها و بارها با همکاران خودمون گپ و گفت زدیم و به یک نقطه مشترک رسیدیم و اون این هست که هدف یادگیری است. به عبارتی اگر که معلم تلاش بکنه زحمت بکشه ولی این یادگیری محقق نشه گویی تلاش او بی ثمر مانده. سخن از یادگیری مشارکتی است. چرا ما اساسا باید بیام الان دور هم بنشینیم و راجع به یک شیوه از یادگیری حالا به اسم کوپراتیو لرنینگ تو دنیا ازش یاد شده و ما تعبیر کردیم به یادگیری مشارکتی بکنیم؟ مگه مسئله ای داریم؟ مگه نکته ای هست؟ مگه مشکلی وجود داره؟ واقعیتش این است که بزرگواران به واقع مشکل وجود داره، به واقع ما مسئله داریم. همین اول عرض بکنم آنچه که من تقدیم شما میکنم تا انتهاش خدای بزرگ شاهد است که نه فرد خاصی اساساً مد نظرم هست، نه مقصود خاصی رو دنبال میکنم که متوجه به یک درس یا یک پایه یا یک فرد باشه، اساساً بینی و بین الله چنین نیست. آنچه که عرض میکنم یک مفهوم کلیست، بنابراین نه کسی به خودش بگیره خواهش میکنم و از اون طرف هم کسی فرافکنی هم نکنه. واقعیتش این هست که بزرگواران خیلی وقتها فرزندان ما، دانش آموزان ما در کلاس به شایستگی یاد نمیگیرند. ممکنه که شما تعجب بکنید، ممکنه که بگویید که خب پس نمراتی که بعضن از دروس بچه ها دریافت میکنن نمرات شایسته ایست، چطور یاد نمیگیرن؟ خیلی وقتا این یادگیری در کلاس حاصل نمیشه، یعنی دانش آموز بار ناکامی یادگیری خودش رو به منزل میبره، با یک تلاش دوباره، با یک کار دیگر، بازخوانی جزوه، توجه به کتاب‌های کمک درسی و مسائل دیگر و بعضاً مثلا معلم خصوصی اون کاستی یادگیری خودش رو داره جبران میکنه. نقش معلم این هست که این یادگیری اولا رخ بده، دومی که تسهیل بکنه یادگیری رو برای بچه‌ها، یعنی هم بچه‌ها یاد بگیرن هم به سهولت، نه با صعوبت، نه با هزینه‌های هنگفت. واقعیتش این است که عوارضی که خیلی از وقتها بچه های ما در پی عدم یادگیری بهشون متوجه میشه آثار زیانباری رو در پی داره. مثلا دانش آموز اعتماد به نفسش رو از دست میده، مثلا دانش آموز بی انگیزه میشه، مثلا وقتی دانش آموز احساس ناکامی میکنه ممکن است که یک بار روانی روش بیاد، فشارهای روحی روانی او و خانوادش رو تهدید بکنه. من میخوام عرضم رو و آغاز سخن رو با فرمایش نورانی از امیر علیه السلام که معمولا دوستان میدونن مطلع صحبت‌های عمومی ما هست، این فرمایش نورانی از امیر علیه السلام که فرمودن یا کمیل ما من حرکت الا و انت فیها محتاج الا معرفه، هیچ حرکتی نیست کمیل که تو در اون بخوای قرار بگیری یا اون رو آغاز بکنی مگر اینکه تو بی نیاز از معرفت نیستی، نیازمند و محتاج به آگاهی و شناخت هستی. سوال میکنم، ما معلمین داریم یک تیه طریقی رو میکنیم، یا فرزندانمون رو به یک سمتی داریم سوق میدیم یا با اونها داریم ایصال الالمطلوب میکنیم، یه راهی رو داریم طی میکنیم. این حرکت برای ما تعریفی داره. سوال میکنم معرفت در این حرکت چه مصداقی برای ما داره؟ اینجا چه معرفتی رو ما نیازمند هستیم؟ اگر من خودم بخوام پاسخ بدم و زودتر از این مقدمه عبور بکنم این هست که ما نیاز به شناخت و آگاهیه، روش هایی داریم که اون هدف اصلی محقق بشه. هدف اصلی چی بود؟ یادگیری دانش آموزان. مگه میشه من معلم هدفم یادگیری بچه ها باشه ولی ندونم بچه ها اساساً چگونه یاد میگیرند؟ این هم معرفت میخواد، شناخت میخواد. بذارید از سالهای ابتدایی تدریس خودم آغاز بکنم. من یک دانشجوی رشته مهندسی شدم، از بعد به دانشجویی حسب این که ریاضی دبیرستان و راهنمایی رو حتما بلدم، به خوبی بلدم، واقعاً بلد بودم،
برای یک دانشجوی مهندسی ریاضی راهنمای دبیرستان کاری نداره. احساس میکردم مرا بس است، برای من کفایت میکند که حالا بیام معلمی بکنم، بیام تدریس ریاضی بکنم. سالها با این پیشفرض رفتم تدریس کردم. چگونه تدریس کردم؟ به واقع آنچنان که بر من تدریس شد همون الگو رو رفتم تکرار کردم. متاسفانه خیلی زمان سپری شد. جهل مرکب داشتم، به این معنا که نمیدانستم که یک دانستنی دیگر فراتر از دانش محتوایی رو نیاز دارم تا با اون خودم رو تجهیز بکنم و آماده برای تدریس بکنم، و اون دانش فرایندی است که اهمیتش کم از دانش محتوایی نیست. دانش فرایندی یعنی چی؟ دانش فرایندی یعنی همون چیزی که معمولا تو نظریه های یادگیری مطرح میشه، همون چیزی که تو روانشناسی تربیتی مطرح میشه که بچه ها اساساً چگونه یاد میگیرن. من نسبت به این آگاه بودم. بنابراین من که توی مدرسه دولتی یاد گرفتم، شاگرد اونجا بودم و به شیوه سنتی اونجا برای من تدریس میشد و من تو اون کلاس یاد میگرفتم، همون تکرار میکردم. یعنی چی؟ یعنی معلم ها میومدن به شیوه سخنرانی، متکلم وحده، عمدتاً مثل الان شما بزرگواران شنونده بودیم، منفعل بودیم، دانش رو از مجرای فقط معلم دریافت میکردیم. اساساً استعاره هایی که اون موقع ها هم مطرح بود گویی همین رو تایید میکرد. میگفتن دانش آموز به مثابه لوح سفید است، دانش آموز به مثابه ظرف خالی است. یعنی معلم تو بیا دانش رو بر سینه او و بر قلب او بنگار. یعنی اون نقشی گویا در این یادگیری نداره. به مرور که با نظریه ها آشنا شدیم دیدیم که چه اشتباه بزرگی کردیم ما. مثلا معرفت در اینجا به مثابه این است که ما بدانیم بچه ها چگونه یاد میگیرند. نظریه گوش های چنگانه یک لنزی به من معلم میده و میگه که بچه ها به یک شیوه یاد نمیگیرن، به طرق مختلف یاد میگیرن. ابزار یادگیری اونها، ابزار شناخت بچه ها 8 تاست، نه 2 تا. 2 تا یعنی چی؟ یعنی به ادبیات اون نظری که نمیخوام حتی اون بپرزم، هوش کلامی زبانی. یعنی وقتی که معلم تو داری حرف میزنی از یک ابزار استفاده میکنی به نام کلام و زبان، و دانش آموزانی که از این هوش کلامی زبانی بهره زیاد دارن خوب یاد میگیرن. یا من معلم ریاضی میرفتم پای تخته شروع میکردم استدلال کردن، مسئله حل کردن. خب بچه‌هایی که هوش منطقی ریاضی بالا دارن از این ابزار، از این شیوه خوب یاد میگیرن. نکته اسفبار اینه که پژوهش ها نشون داده 20-25% از بچه‌ها فقط صرفاً از این دو هوش بهره سرشاری دارن. یعنی من معلمی که ناآگاه از این جریان بودم و تدریسم رو حصر در این دو هوش ناخواسته می کردم، گویی 3/4 یا 4/5 از بچه ها رو از ابزارهای دیگر یادگیریشون که از اون ابزارها اونها بهتر یاد می گیرن محروم کرده بودن. طبیعی بود که بچه ها به شایستگی یاد نگیرن. و معمولا تو مدارس ما ماها خیلی بازخورد دریافت نمی کنیم. امروز من میخوام البته یک نظریه دیگری رو خدمت شما مطرح کنم، و اون نظریه است که الان خیلی از کشورهای پیش رو به اون پرداختن و مبنای برنامه درسشون قرار دادن، نظریه اجتماعی فرهنگی، که مبدعش یک فردی روس هست، آقای ویگوتسکی. این دیدگاه رو مطرح میکنه. او قائل بر این هست که یادگیری اساساً در گروه تعامله. یعنی اگر معلم تو یک مونولوگ فقط حرف بزنی، که من پژوهشی رو پارسال بود انجام دادم، تو برخی از کلاس ها رفتیم، درصد گرفتیم زمان هایی که معلم حرف میزنه و فعاله و دانش آموزان منفعلن، و زمانی که دانش آموز فعاله، تو برخی از درس های عمومی و اختصاصی. خیلی با کمال تأسف باید عرض بکنم که درصدش دقیقا درصد معکوس همون چیزیست که تو دنیا توصیه شده. یعنی مثلا فرض کنید توی کلاس درس 80% بازه زمانی رو میبینید معلم فقط داره حرف میزنه و دانش آموزان گوش میکنن، 20% سهم فعالیت معلمه.
البته خیلی از کلاس‌های درسی هم بود که نه این بود نه اون بود، بحث‌های حاشیه‌ای بود. یادگیری اساساً در گروه تعامله، یا تعامل معلم با دانش آموزان یا تعامل دانش آموزان با یکدیگر. دوستان توی نگاه‌هایی که از روش‌های سنتی بوده و روش‌های نوین، این مقایسه‌ای که صورت میدن، دو تا وجه برجسته بین این دو تا رویکرد قائل هستند. تو روش‌های مرسوم، تو روش‌های سنتی، تو روش‌هایی که از 50 سال پیش پدران ما آموختن چنین بود، معلم به مثابه استیج آن دی استیج تعبیر می‌کنند، یعنی یک فرزانه در صحنه، یک عاقل بر سکو. تعبیر به یکی از عزیزان که جالب بود، در مثل مناقشه نیست بلا تشبیه، میگفتش که اگه یه معلمی 50 سال پیش، منظورم معلم هایی که همون روش های سنتی رو دارن استمرار میدن، به خواب بره مثل اصحاب کهف، بعد الان بیدار شه و بیا توی کلاس ها به چرخه، میبینه اه چیز خاصی تغییر نکرده، همون گش و تخته، همون متکلم وحد بودن معلم، همون جزوه نویسی منفعلانه دانش آموزان. حالا اقراق میکرد نمیکرد به هر صورت. الان میگن معلم تو دیگه نقشت تفاوت کرده، قرار هست تو راهنمای در کنار بچه ها باشی، گاید آن دی ساید. در کلاس های گذشته رو ملاحظه کنید، همه صندلی ها رو به یک طرف هست، رو به تخته است، رو به معلم است. معلم هم معمولا روی سکوی میستد، یعنی من جایگاه هم بالاتر از شما هست و فقط از من مجرای یادگیری باید دریافت دانش بکنید. الان نگاه کنید کلاس های نوین این چنین هست، دانش آموزان رو به هم هستند، دانش آموزان در تعامل با هم هستند، معلم یک جا متمرکز نیست، معلم تنها گوینده نیست، اساسا معلم نقشش فقط در میان هر گروه ها چرخیدن، در بین دانش آموزان حرکت کردن و راهنمایی کردن. اینجا دانش آموزان خودشون با فعالیت هایی که میکنن به دانش نائل میشن، سهیم در ساخت مفاهیم خواهند بود. خوشبختانه دوست و برادر بزرگوارم جناب غزلفری تشریف آوردن، من ازشون اجازه دارم. بچه ها تمرکز داشته باشن، تازه بچه های چهارمون که خیلی تازه دوربین هم در انتهای کلاس گذاشته شده، علی القاعده باید یه مقدار دقت بیشتری بکنن، ولی تحمل نمیتونن بکنن. این روش سنتی مخصوصا جاهای غزنفری رو مثال زدم به جهت اینکه ما شاهد یک دگرگونی و یک تحول در کار ایشون بوده ایم و شاید تعرف الاشیاء به ازداد ها کار اخیر ایشون با دیدن این رویه بهتر دیده خواهد شد. در ادامه عرایض من از ایشون دعوت خواهم کرد. امروز من مفتخر خواهم بود که ارائه‌ام مشارکتی است، مثل یادگیری مشارکتی دارم توضیح میدم. یه بخش اول عرایضم رو بنده تصدیق میکنم، بقیه‌اش همکاران دیگرم رو دعوت میکنم و از تجربه های اونها میخوام با هم دیگه بشنویم. بزرگوارم بچه‌ها چگونه یاد میگیرن؟ نظریه ها خیلی خلاصه توی این حرم یادگیری حرف ها برای گفتن دارن. میگن اگر قرار باشه دانش آموز فقط شنونده باشه و شما فقط گوینده و به شیوه سخنرانی ارائه کنید، میگن 5% یاد میگیره. اگر نه اونها همراه با گوش کردن از خواندن هم بهره مند بشن، درصد یادگیریشون افزایش پیدا میکنه. اگر شما از چند رسانه ای ها هم استفاده کنید، مشاهده کنن، مثل آزمایش هایی که به کلاس پخش میکنیم برای بچه ها، و همچنین ببینن بشنون هر دو ابزار یادگیری رو استفاده کنن، درصدش بیشتر میشه. اگر خودشون فعالیت بکنن و در قالب یک نمایش زنده این کار، این انتقال مفهوم صورت بگیره، سهم بیشتری است. اگر قالب مباحثه و بحث رو در پیش بگیریم 50%، اون 5% کجا؟ 50% خیلی رشد بیشتری در یادگیری هست. و یه وقتی من فکر میکردم ته این داستان این جمله معروف
پدر رشته برنامه‌ریزی درسی در دنیا، شخصی به نام تایلر است که میگوید دانش آموزان صرفاً آن چیزی را به خوبی یاد میگیرند که خود تجربه کردند. و من فکر میکردم اگر فرصت تجربه برای دانش آموز ایجاد کنیم، دیگه انتهای یادگیری برای دانش آموز محقق میشه، چیزی که اینجا الان تحت عنوان 75% ازش یاد میکنیم. بزرگواران، 3 سال است بعد از 27 سال از تدریس پی به یک واقعیت بردم و خدا رو شکر میکنم قبل از اینکه فرصت معلمی من به سر انجام نرسیده است، پی به یه حقیقتی بردم و اونی که فراتر از این نحوه یادگیری و فراتر از این سهم یادگیری فرصت دیگری هست و اون این که شما مجالی رو مهیا کنید که دانش آموزان به دیگری یاد بدهند و آنچه را که یاد میدهند براشون یادگیری عمیق را به ارمغان خواهد آورد. تو کار مشارکت این اتفاق میفته، تو کارهای گروهی، حلقه های یادگیری که نه در فوق برنامه و خارج از کلاس و در غیاب معلم، بلکه به صورت مشروعیت داده شده و رسمی و محاسبه شده در داخل کلاس و در حضور معلم، این فرصت یاددهی بین بچه ها اگر ایجاد بشه، عمیق ترین و بیشترین سهم یادگیری برای دانش آموزان اونجا شکل میگیره. ممکن هست برخی از شما عزیزان با آنچه که من عرض میکنم خیلی رابطه همزاد پنداری خوبی رو نتونید ایجاد بکنید. من به همین جهت چند دقیقه از کلاس درس خودم رو که البته این حکایت مال دانش آموزان اول دبیرستان 2 سال گذشته از خدمت شما پخش میکنم. لابلای این البته برخی از زیرنویس ها حاوی سری پیام هاییست که فکر میکنم کمک بکنه که در ادامه بحث کارو جدی تر دنبال کنیم. چرا داره یه ذره صداش بیشتر میشه؟ پولیکوپی رو رفع اشکال میکنن، نه پولیکوپی رو از ابتدا حل کنن. آیانش عرض کردن که در چند دقیقه آخری کلاس لطفا نمونه سوال از آنچه که شما رفت اشکال کنید به عنوان پولیس خواهم داد. مهمه، چون ارزشیابی و اون پولیز پایان کار پولی متضمن کار کلیه پولیس. گرده های دانش آموزی معمولاً آبستن حاشیه رویست، معمولاً ممکنه که بچه ها از جریان درست خارج بشه، خیلی طبیعی است. یه چیزی میخواد که تضمین کنه که بچه ها عدد شما باور کنن. یک کمی ارزش شده یک کاری کار دیگه است. و بدونید که هر هدف آموزشی اگر ردپایی در دیده ارزش شده نداشته باشه، تضمین برای تحققش نیست. ترسیم گاید آن ده سایت رو شما اینجا تو کلاس های مدرسه خودمون مشاهده میکنید. اصلا فلسفه چرخدار بودن میزهای کلاس ما به خاطر همینه، به راحتی بدون معونه و بی صدا بشه چرخش ایجاد بشه و حلقه های یادگیری بتونن شکل بگیرن. اینجا گروه ها الان 3 نفری هست. سرگروه یک طرف میز نشسته، 2 تا اعضای گروه روبروی او، ارتباط چشمی برقرار هست. اینجا 8 تا گروه داریم، من معلم هم 1 نفر، 8 تا علاوه 1 نفر همزمان داریم رفع اشکال میکنیم. چقدر تفاوت داره با اینکه 24 نفر بیننده باشن، 1 نفر فقط باید پاسخگو باشه، اونم پاسخگو ممکنه چند نفر که اشکال داشته باشن، بقیه مجبورن تحمل کنن آنچه را که میدانن فقط باز بشنون. نکته
نکته جالبه که در این سال تحصیلی رخ داد، بیش از 1500 تا مسئله بچه ها حل کردن. نکته جالبی که رخ داد، من کمترین سهم استفاده از تخت سیاه رو داشتم. دقیقا دو تا نقطه برعکسش رو در سالهای گذشته تجربه می کردم. تکلیف بنویسن مهمه. این که کلاس یه مقدار سر و صدای طبیعی داره کاملا پذیرفته شده است، یک امر نابهنجار تلقی نمیشه، حداقل تو فرهنگ پیشرو آموزش در صلحا. ما 3 سال رو این فرایند پژوهش انجام دادیم. گاهی وقتا دوربین رو روی یک گروه متمرکز می‌کردیم و رفتارهای بچه‌ها رو رصد می‌کردیم. ما چه که عرض می‌کردم، گاهی وقتا ممکنه که حواشی تو گروه شکل بگیره، موضوعات حاشیه‌ای و عوامل حواس‌پرتی به طور طبیعی اتفاق می‌افته، ولی بچه‌ها بی تکلفن، با هم راحتن و دایره این البته طولانی نیست. اگه قرار باشه هدف یادگیری باشه، چه اشکال داره در این بین گاهی وقتا بچه‌ها با هم شوخی هم بکنن، با هم بخندن، مانعی نداره، چون یادگیری به کمال رخ میده. اینو ما به تجربه دریافتیم. اون هم از یک همزبان. ممکنه دانش آموز با ادبیات من نتونه خوب ارتباط برقرار کنه، با نحوهی که من یاد میدهم به او نتواند یاد بگیره، ولی از یک همجنس خودش، همسن خودش و از همزبان خودش آنچرا که خوب یاد گرفته حالا میتونه دریافت بکنه، دریافتی بهتر. بزرگواران، آنچه که من تقدیم شما کردم صورتی بود از یک حقیقتی که لایه‌های پنهان پشتش زیاد هست. این مدلی که شما ملاحظه میکنید به فضل الهی برای جمهوری اسلامی یک مدلی طراحی شده از بستر همین مجموعه صلحا و یکی دو تا مدرسه در حاشیه‌اش و از بستر همین رویکردی که خدمت شما عرض کردم. ظرافتی در این میان نهفته است. قطعا من نمیتونم همه اونها رو امروز و امشب خدمت شما تقدیم بکنم. البته ناگفته نماند حجم بالای ظرافت در این میان شما رو نگران نکنه که حالا پس باید ابتدا صبر کنیم، همه اینها رو احساب بکنیم، بعد پا پیش بگذاریم. البته چیزی خدمت شما عرض بکنم، پژوهش‌های دنیا هم اینو تصدیق کرده که اگر معلم بی توجه به یک سری نکات اولیه بخواد همون روش سنتی خودش رو تبدیل کنه به روی کرده مشارکتی، ممکنه اثرش برعکس بشه. یعنی صرف جعده های یادگیری، حلقه های یادگیری ایجاد کردن، نه یادگیری مشارکتی اسمش خواهد بود، نه اون اهدافی که حالا به مرور خدمت شما عرض خواهم کرد رو محقق خواهد ساخت. یه سری پیش نیاز های اولیه میخواد که زیاد هم نیست. مثلا یکیش همی که عرض کردم خدمت شما، اگر که یادگیری مبتنی بر یه سری تکالیف انجام شده باشه، فعالیت گروه ها بر اساس رفع اشکال تکالیف از پیش انجام شده باشه، به مراتب بازدهیش متفاوت از این هست که بچه ها بنشینن با سوالات جدید با هم دیگه مواجه بشن.
اگر بچه ها کنار هم دیگه باشن ارتباط چشمی برقرار نکنن خیلی متفاوته از اینکه به صورت رو در رو باشن و ارتباط چهره به چهره با هم دیگه داشته باشن. از این موارد زیاد هست. من اینها رو در سه مقوله کلی زمینه، فرایند و پیامد تقسیم بندی کردم. قطعا به اینها همه نخواهم رسید و نمیخواهم بپردازم، ولی فکر میکنم اون چیزی که انگیزه بخش باشه و نگرش ها رو معطوف به خودش بکنه و ترغیب زایی بکنه که معلم به این صرافت بیفته که خرق عادتی ولو مثل بنده معادل ربع قرنش رو بذاره کنار و یک مدل جدیدی رو تجربه بکنه، اون پیامده. و الان من میخوام به این پیامده اشارتی بکنم. پیامده که قسمت‌های مختلفی میتونه داشته باشه. بخشش میتونه در رابطه با درس مربوطه باشه، من مثلا به عنوان معلم ریاضی. بخشش میتونه مربوط به موضوعات غیر از ریاضی و موضوعات عمومی باشه. خب اجازه بدین که به این موضوع بپردازم. بله، همونطور که عرض می‌کردم این پیامدها وجهش عمومی است در قالب فردی و جمعی، وجهی از این نتایج و پیامدها اختصاصی است. برای من معلم اختصاصی ریاضی در حیطه تغییر نگرش و در حیطه تغییر مهارت، مهارت اعم از شناخت و کنش دانش آموز است. من برای اینکه باز مستندتر خدمت شما عرایزی رو تقدیم کرده باشم، به توصیه همکار عزیزم جناب محسنی ترجیح دادم یه سری از گزارشاتی که بچه‌ها به بنده نوشته بودن توی نظرسنجی‌های بدون نام در پایان سال که نه تطمیعی بوده است و نه تهدیدی، برخی از گزاره‌های اونها رو به شما عرض بکنم. در رابطه با تغییر نگرش به درس ریاضی که روانشناسان شناختی این رو مقدمه بر مهارت میدونن و رفتار، میگن که خیلی عالی بود، کلی من قبلا از ریاضی بدم میومد ولی با تغییر که در من ایجاد شد به واسطه این روش البته به ریاضی علاقمندتر شدم، نه اصلا کلن علاقه پیدا کردم. گفته که خیلی خیلی تغییر میزان تغییرش زیاد بود. اینا رو همه رو گزاره های دانش آموزانم دست خط اونهاست و من اولین کلاس ریاضی جذابم رو با شما تجربه کردم. خیلی چیزا یاد گرفتم، فهمیدم که میشه در ریاضی حرف برای گفتن داشته، آنقدر یول نیستن به زبان خودشون. کلاس ریاضی امسال کلاسی بود بدون استرس و ترس و از این یکی از مهمترین شرایط یک کلاس ایدئال است، مخصوصا ریاضی. نگرش من به درس ریاضی که درس بسیار سختی بود در ریاضی اصلا بسیار عوض شد. به نظر من کلاس شاد بوده، درس به معنای واقعی شیرین‌تر شده. از پیدا کردن جواب یک مسئله بسیار شاد میشم و مثل قبل نیست که برام خسته کننده باشه. دیده من نسبت به ریاضی عوض شد. اون قولی که ازش ساخته بودم با توجه به این کلاس ریاضی که داشتیم شکسته شد. من تا به حال به ریاضی به گونه ای نگاه میکردم که انگار من برای یاد گرفتن اون به دنیا نیومدم. خیلی بچه‌ها هستن که خود باوریشون تو این حوزه ضعیفه. حال به آن آنگونه نگاه میکنم که دوست من است. حال تنها فقط ریاضی را دوست دارم. از این جنس زیاد گزاره هایی در قالب اسناد مکتوب دارم، ولی از اون مهمتر مصاحبه هاییست که با بچه ها کردم و آنچه که ملاحظه می فرمایید اساره است از این مصاحبه ها، اتفاق هایی که افتاد، اصلاح بدبینی دانش آموزان. در پس نتایج درخشان آزمون خدمت شما خواهم گفت. رشد متناسب با افزایش سنشون، همین بچه ها وقتی که پایه هاشون اومد بالاتر بالغ شده تر کار مهارتی رو، کار مشارکتی رو دنبال می کردن. قدرشناسی و رضایتمندی، شعف مشارکت، لذت یادگیری، لبخند رضایت از رویکرد حاضر، شوق حضور در کلاس ریاضی. درشون بودم اون روز که کلاس ریاضی بریم تو هم خیلی با انگیزه بیشتر میام سر کلاس. علاقمندی به یادگیری گروهی، ادامه تحصیل در رشته ریاضی. خیلی ها که میخواستن برن تجربی از سر این که احساس میکردن ناتوان در ریاضی هستن تغییر نگرش دادن. احساس خودباوری در حل مسائل ریاضی. تک تک اینها حاصلش 200 صفحه است
پیاده شده مصاحبه که من موجود هست، آقای دکتر داودی میدونن دیدن با هم دیگه کارو دنبال کردیم، این کلمه خودش پشتوانه های شواهد زیاد درش هست، فقط به سرعت ازش عبور میکنن. اعتماد به یادگیری و اتکا به رویکرد جاری از دیگر مفاهیم، این در حقیقت مفهوم بود که البته من اینو در حیطه برنامه‌درسی پنهان بهش اشاره کردم که حالا از موضوع اصلی بحث ما خارجه. اما در این گستره تعاملی یادگیری ریاضی دانش آموزان گسترش پیدا کرد. سر کلاس ریاضی بود که من کار گروهی رو یاد گرفتم، خود یه مهارته، مهارت تیم ورک. و از سر کلاس ریاضی بود که من ریاضی رو اینچه بزرگ نوشته براش جالب بوده، ریاضی رو یاد گرفتم، هدف محقق شد. کجا؟ سر کلاس. مهارت هم بسیار شده، یعنی سوالات زیادی رو میتونم حل کنم و متشکرم برای کار گروهی که انجام میدم، تأثیر زیادی داشت. از اونجایی که این پرسش پاسخ‌ها در کلاس ریاضی ذهن بچه‌ها رو مشغول میکرد، چون گاهی وقتا تعامل در قالب صحبت جمعی معلم با بچه‌ها بود. البته دوستان و همکاران بزرگوار، تعامل فرد با جمع دانش آموزان یه آفت بزرگ داره. لطفاً یه نفر به من بگه چه آفتی داره؟ فقط منم گوینده نباشم. الان مثلا من سوال بکنم در قالب پرسش پاسخ با جمع حاضر، اتفاقی که میفته چیه؟ خجالت میکشن برخی، ممکنه بله، استرس امتحان، الان که ما امتحان نداریم کل نه. آها از اینجا. و نکته مهمترش این است که دو نفر فقط اظهار نظر میکنم معمولا تو پرسش ها، چهار نفر، شیش نفر، و بخش بیشتری از بچه ها ساکتن. و یک آفت بزرگتری که داره این است که معلم بعضا دچار خودفریبی میشه. چهار تا دانش آموز جسور، دانا و با شهامت تو این بحث شرکت میکنن، بحث هم ظاهرا گل میکنه. البته یه سری آفت ها داره که ممکنه بحث از جریان اصلیش خارج بشه و به حاشیه رانده بشه، ولی معلم گمان میکنه که الان کلاس رو پا به پا داره میبره جلو و رشد میده، غافل از اینکه خیلی هستن که ممکنه که یاد نگرفته باشن و اون وقت یک گسست بیشتری بین یادگیری اینها ایجاد بشه. بگذاریم، باعث میشد که بچه ها درس رو بهتر یاد بگیرن تا اینکه برن در منزل سوالی که در ذهنشون شاید ایجاد بشه و دوباره در یادمون بره این سوال چه بود، دوباره در امتحان یادمون بیفته. کلاس ریاضی امسال اولین کلاس برای من بود که درس را داخل کلاس میفهمیدم و وقتی میرفتم خونه با مشکل روبرو نمیشدم. وقتی که مسائل از دوستام یاد میگیرم بهتر در ذهنم میمونه تا روی تخت و با از طرف معلم. کار گروهی کاملا مؤثر و تاثیرگذار بود، باعث یادگیری محکمتر و با دوامتر شد، یعنی هم تعمیق یادگیری هم این که ماندگاری یادگیری. البته این نتایج آنقدر ارزشمند هست که نتایجی سخیف در قیاس با اونها مثل گزینه دو محلی از اعراب نداشته باشه، ولی بالاخره گرچه ما فرایند را مؤثرتر و مهمتر از نتیجه میدانیم و البته نتیجه رو هم مد نظر داریم، ولی ممکن است برخی ها بگن نه، اون نتیجه گزینه دو برای اون مهمتره، نتیجه آزمون برون مدرسه ای گویا روایی و اعتبار به کارش و به توانمندی خود معلم و تدریسش رو در او فقط جستجو میکنه. اگر چون این هم باشد، من که عرض میکنم چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، این هم شاهد مثالش، آفتاب آمد دلیل آفتاب. گزینه دو بچه‌ها اون ستون‌هایی که از همه بلندتره، گزینه دو بچه‌ها تراز ریاضیشون همچنان پله پله رشد میکرد، البته این پلکانی دقیقا متناسب با اون حالتی بود که بچه‌ها همراه تر شدن. آقای محمدی بزرگوار معلم راهنمای دو سال گذشته اول دبیرستان بچه‌ها حی و حاضر حضور دارن. اردیبهشت پارسال بود دیگه جناب آقای محمدی، خاطره شریفتون هست دیگه، تراز نزدیک به 8700 میانگین تراز گزینه دو برای درس ریاضی بچه‌ها و بچه‌ها رتبه اول تمام مدارس شرکت کننده رو احراز کردن. البته توی اون مدل یه سری عوامل پیشبرنده بود، یه سری عوامل بازدارنده، تازه من هم اونجا داشتم سری تجربه ها رو کسب می‌کردم. امسال تحصیلی کلی از اون آفتهای اون سال رو شناسایی کردم و سعی کردم که باز تکرار برخی خطاها رو نکنم و بنابراین چنین اتفاق افتاد که زودتر و بیشتر از انتظار خود بنده این بود که بچه‌های
دهممون که این رویکرد رو مبنا قرار داده بودیم، هم بچه‌های تجربه‌مون هم بچه‌های رشته ریاضیمون با اختلاف معنیداری رتبه اول در بین دروس شدن و در بین مدارس شرکت کننده. همکار بزرگواره که این برات مهمه، خب اینم هست. موضوع خیلی سادگی بیشتر از این هست. رفع کج‌فهمی در گروه، بهره دو سویه سرگروه و همگروه، یه بازی برد برد به قول امروزی ها، گره گشایی گروهی، یه جاهایی از مسئله ها بچه ها مواجه بودن که سرگروه هم ناتوان از حلش بود ولی تو گروه حل میشد، توجه زایی به مقفولات مسئله و توفیق حل در پی. سرگروه میگفتش که من به یک نکته در ادامه حل مسئله توجه نداشتم، زیرگروه من که ظاهرا دانش آموز متوسط و ضعیف من بود با ادبیات خودش تو مصاحبه همین گفت اوه خنگ، خب اینو طرف این وسط کن حل میشه. اون موقع من تازه متوجه شدم و متنبه شدم. امکان حل مسائل متعدد، حداقل 3 تا 4 برابر من تونستم بیشتر مسئله بچه‌ها رو با هم حل کردم. امتیاز همزبانی و همگونی در یادگیری، تثبیت یادگیری در بازتکرار و انتقال چرخشی مفاهیم، همین امروز آقای غضنفری تعریف میکردن و به جای کار رو انجام داده بودن که فقط اینجا این گونه نیست که سرگروه گوینده است و اعضای گروه شنونده، گاهی عضو گروه که چیزی رو یاد میگرفت در سوال تکراری توسط سرگروه توسط معلم به اون کسی که جدید یاد گرفت میگه تو برو به او یاد بده. حالا اگر یادگیری در پی یاددهی عمیق‌ترین بهره رو داره، خب این فرصت یاددهی رو فقط برای سرگروه مهیا نکنی، برای اعضای گروه هم این فرصت رو مهیا بکنی، اتفاق میفته. احساس خرسندی سرگروه در رفع مشکل اعضای گروه، حس مفید بودن، چشم و همچشمی درسی برخی دانش آموزان و عرض می شود که حالا نرم افزار جو جبرام که تأثیرات شگرفش، خوشحالیم که جناب آقای شیرازی امسال از نرم افزار جو جبرام تو درس هندسه دارن خیلی بیشتر استفاده میکنن که تو پژوهش ما خیلی به این پرداخته شده بود. اما بعد از اینکه بحث درس ریاضی سپری شد، حالا میام سر وقت مسائل دیگه، جنبه های عمومی که غیر ریاضیه، یعنی اگه معلم ادبیات ما این کارو بکنه این بهره ها رو میتونه داشته باشه. دانش آموز میگفتش که صبر رو یاد گرفتم، صبر رو تجربه کردم، چون باید صبوری کنه تا زیرگروهش بهتر یاد بگیره، عظمت کار و تلاش معلمین رو بهتر دریافت کردم، مهارت کلامیم تقویت شد. بزرگواران اگر که هیچ بهره یادگیری مشارکتی نداشته باشه جز همین یه دونه، بر ما حجت رو تمام میکند و برای ما بس است که یادگیری مشارکتی رو مبنا قرار بدیم. با کمال تأسف باید یک حقیقتی رو اعتراف بکنم، به برخی از همکارانم عرض کرده بودم، چند تا از بهترین دانش آموزان ما در پایه‌های بالا که بهترین رتبه‌های کنکور رو احراز خواهند کرد، خواهید دید سر یک موضوعی اومدن تو دفتر بنده، خواستن طرح مسئله کنن، هر سه تاشون عاجز از این که بتونن در قالب کلام ذهن و اندیشه‌شون رو و احساسشون رو به من منتقل کنن، ناتوان در ارتباط کلامی. دانش آموزی که یک سال دیگه میخواد بره تو دانشگاه، دانش آموزی که میخواد بعداً ازدواج کنه با همسرش ارتباط کلامی نتونه برقرار کنه، اختلافات ایشاش خیلیش در همین جاها هست. بچه‌ها خودشون گفتن آقا ارتباط کلامی بهتر شد. ایجاد مودت بیشتر، احساس مسئولیت، رقابت بین سرگروه‌ها برای کسی دیگر. الان من یاد گرفتم چطوری به دوستم یه سوالی رو یاد بدم، یعنی مهارت یاد دادن. دانش آموز میگفتش که من داداشم کلاس 5 قبلا میخواستم سوال ریاضی رو پاسخ بدم، خیلی توفیق نداشتم، ولی الان میتونم بهش قشنگ سوالات کلاس ریاضی 5 رو بهش یاد بدم. همون چیزی که به شما عرض کردم دیگه ازش سریع عبور میکنم، تقویت فن بیان. بزرگوارم این عرض مهمه که لازم هست اینم خدمت شما عرض کنم، چه رابطه مهم و پیوندی وثیق بین کلام و اندیشه است، ربط بسیار معناداری بین زبان و تفکر است. خواهش میکنم به این جمله عنایت بفرمایید. بعضی از روانشناسا این رو قائل هستن،
از شما سوال میکنم، شما دارید تفکر میکنید، فرض بفرد الان دارید فکر میکنید، یا خواهش میکنم چند لحظه فکر بکنید. سوال میکنم شما که میخواید فکر بکنید یعنی چیکار میکنید؟ چه رخ در درون شما داده که میگید دارم فکر میکنم؟ اندیشیدن یعنی چی؟ برخی از نظریات قائل هستن که اندیشیدن چیزی جز سخن گفتن درونی نیست. این چیزیست که تصورش تصدیقش رو به همراه داره. غیر از اینه، تو فیلم ها، توی سریال ها، طرف داره فکر میکنه، زبانش بسته است ولی صداش داره پخش میشه. یعنی تفکر کردن یعنی سخن گفتن بی صدا. درست؟ باور داری؟ حالا اگر ما کاری کنیم که دایره لغات دانش آموز ارتقا پیدا کنه، مهارت کلامی دانش آموز ارتقا پیدا کنه، کلام هم پیام رسان فکر و اندیشه است، هم عامل فکر و احساس است، هم ابزار تفکر و اندیشه است. یعنی اگر مهارت کلامی فرد رو ببریم بالا، گویی اندیشیدن عمیق‌تر رو به دانش آموزمون اهدا کردیم و او در یک سطح بالاتری از اندیشه میتونه فکر بکنه و سخن درونی بر خودش جاری بکنه. انتقال راحت‌تر پیام، تقویت یادبهی، تفهیم مطالب، بازنمایی گزاره‌ای کلام و اندیشه، ایجاد گفتمان مستدل. بچه های ما خیلی گفتگو میکنن ولی گفتگوانشون خیلی مستدل نیست. چرا؟ چون بسترش رو تجربه نکردن. تسری همیاری و صرافت پرسشگری فراتر از ریاضی و تعامل حضوری، حتی برای غیر درس ریاضی هم یه اتفاق براشون میافتاد، حتی برای روزهای جمعه به صورت غیر حضوری و تلفنی هم این همیاری رو دنبال میکردن. خود تنظیمی، سلف رگولیشن، کم بهره ای نیست. مسئولیت پذیری، صبوری، خودباوری، درداشنایی، اعتماد سازی به یاری همتایان و الاخ. سلام علیکم. این آثار فردی عمومیه. آخرین عرضی که میخوام داشته باشم توی این قسمت آثار جمعی. دانش آموز میگفت اینو بارها و بارها، خصوصا تو پایه دهم و اول دبیرستان که کلی میهمان جدید داشتیم. اول سال من تازه به این مدرسه اومده بودم، هیچ دوستی نداشتم. کلاس ریاضی باعث شد من با خیلی ها دوست بشم و رابطه برقرار کنم. بلافاصله تو کارهای گروهی قدرت و هوش کلامی زیادتر شد و صمیمیت بالا رفت. گاهی اوقات باعث صمیمیت بیشتر بین بچه‌ها میشد، اما بعضی وقتا تنش‌ها بین بچه‌ها ایجاد میشد. به همین جدی که از ملاحظات و ملازمات کار گروهی، چیدمان گروه ها به شکلی درسته. ما خیلی وقتا اینو اختیاریش میکردیم، انتخابیش میکردیم، الان انتصابیش کردیم. اگر یه وقتی اطلاعات بیشتری در این خصوص نیاز بود، من مفصل میتونم مطالبی رو تقدیم کنم. الان به جهت اینکه زمان گذشته دیگه بیشتر از این نمیتونم بحث رو ادامه بدم. ایجاد همبستگی، ارتباط صمیمانه، تقویت دوستی میان دانش آموزان، همیاری گسترده‌تر عمومی در عرصه‌های غیر درسی، بهبود کار تیمی، ایده سازی و تقسیم کار در فعالیت عملی، برداشته شدن خستگی از فرایند یاددهی یادگیری، این آثار جمعیش بود. اگر یه وقتی فرصتی دست داد، من خدمت شما برخی از این زیرشاخه‌های مربوط به اینها رو خواهم گفت. برای همکاران گروه ریاضی 4 جلسه 1 ساعت خورده ای سپری شد که من فقط این رو تونستم تبیین کنم، همین بخش زمینه از اون دوایر مربوط به مدل که حالا چاره ای ندارم که از این صرف نظر کنم، ولی بدانید که همچین نکاتی هست. اگر چنین بکنیم، این حرکتی که نیاز به معرفت داشتیم به یک سرانجامی میرسد و اون هدف اصلی تدریس است و اون یادگیریست و اون یادگیریست. عرضم تمام و الان میخوام از همکاران بزرگوارم دعوت کنم دونه دونه زحمت بکشن، تشریف بیارن، 4 دقیقه حد اکثر تجارب پیاده شده خودشون رو بیان بکنن. تا آقای قزنفری تشریف میارن. جان والا من به ترتیب اسلاید دارم دعوت میکنم. اثبات شی نفی معدانیست که عزیزان پیشکسوتمون که رو چشم ما جایی دارن، باعث افتخار است که به عرض برسونم که 2 سال گذشته این میکروفون خدمت شما.
سال تحصیلی 93-94 فقط یک درس ریاضی پای اول دبیرستان یرو کرد رو پیاده کرد. سال تحصیلی بعدش 94-95 بعد از اینکه گزارشاش ارائه شد، جناب حجبری و جناب جوادزاده تو دوره اول و دوم به این صرافت افتادن که این تجربه رو بکنن. الان مایه افتخار است که به خدمت شما عزیزان عرض کنم که حداقل 7 تا از همکاران رو من سراغ دارم که این رویکرد رو به جد پایبند هستن و دارن تو کلاس ارائه میکنن و فیلم‌هاش گواه بر این هست. در خدمت شما هستم. سلام علیکم. بسم الله. عرض کنم که مطالبی که آقای نیرو فرمودن، من حالا زیاد دیگه توی طبقه بندی صحبتام این که بخوام به ترتیب از مقدمه و نمیدونم اینها برم، این کار گروهی رو من امسال توی 3 تا مدرسه 4 تا مدرسه ای که هستم شروع کردم. البته الان حدود 1 ماه، چون امسال همه پایه ها رو دارم از 10 و 3 و پیش دانشگاهی، خیلی نگران ارائه این کار توی پایه 4 بودم که حالا دیگه خیلی با ترس و لرز و به لحاظ زمانی فکر میکردم که شاید مشکل ساز بشه. توی سال 4 که حالا من موضوع رو فقط در رابطه با خود صلح و پیش میبرم، توی این مدرسه فعلا توی این 1 ماه گذشته 3 هفته فکر میکنم، 1 ماه نشده هنوز، فعلا با مباحث پایه کار رو شروع کردیم و واقعا به لحاظ برخوردی، چون ما الان نتیجه و بازخوردی نگرفتیم، چون اولین گزینه دویی که الان داریم این جمعه هست، حالا زیادم انتظار نتیجه ندارم واقعیت، ولی به لحاظ برخورد و مشارکت بچه ها واقعا برای خودم تعجب انگیز بود. اینکه حالا آقای نیروی اسلاید نشون دادن که معلم مثل یه فرزانه یه روی استیج، من دقیقاً حالت این رو می‌دیدم. به بچه‌هام چند بار گفته بودم که من حسم اینه که انگار من فرمانده جبهه دشمنم، از بالای اون سکو دارم اینا رو بمباران اطلاعاتی می‌کنم و دقیقاً موضع‌گیری این بچه‌ها در مقابل صحبت‌های من کاملاً مشهود بود. الان تو این 2-3 هفته امروز که خیلی جالب بود، من امروز چون بچه های مدرسه دیگری که اون 2 تا مدرسه‌ای که امروز به همراه اینجا میرم بچه هاشون اردوشون شروع شده بود، کلاس هاشون تعطیل بود، من فقط یه پیشنهاد به بچه ها دادم، گفتم اگه میخواییم من 1 ساعت دیگه با آغوش باز، یعنی دفعه های پیش 5-10 دقیقه مونده بوده به کلاس که تمام بشه، خسته نباشیدشون شروع میشه، ولی واقعا با آغوش باز پذیرفتن. خیلی کار خوب پیش رفت تو اون 2 هفته. البته عرض میکنم اصلا نتیجه رو الان نمیدونم چی میشه، زیادم تو قالب نتیجه فکر نمیکنم. چند تا تأثیر من خودم تو این مدت حس کردم ایجاد شده، کمی بحث جذابیتی که واقعا ما با عدم جذابیت کلاسامون مواجه بودیم. من خودم که فکر میکردم حالا به واسطه ارتباطی که با بچه‌ها دارم خیلی باید کلاسام جذاب باشه، ولی الان 2-3 ساله به مرحله‌ای رسیدم که تقریبا به این فکر افتادم اصلا تدریس رو کنار بذارم، یعنی اوضاع به این حد بحرانی شده بود که حالا با این بابی که باز شد فکر میکنم که بشه از این دریچه هم از این منظرم نگاه کرد. یکی بحث ایجاد جذابیت، بحث خودباوری تو هر دو گروه دانش آموزای قوی و ضعیف ما. امروز حالا چند تا از بچه ها که همیشه در حاشیه بودن در کلاس، مواردی پیش اومد که همین موردی که شما فرمودین، سوالی رو ما مطرح کردیم، یعنی باید پیشکار میکردن، بچه های ضعیفتر برای قلیترها کار رفع اشکال انجام میدادن و دانش آموزان قلیتر هم اون موردی که شما فرمودین چون مربوط به بچه های پیش دانشگاهی بود، همون 3-4 تایی که به طور مشخص با هم دیگه صحبت کردیم، کاملا زبونشون دیگه باز شده تو صحبت کردن، تو ارائه مطلب، و یه خوشحالی هم میبینم تو چهرهشون، به خصوص 1 نفرشون که یه مقداری گوشه‌گیری میکرد، الحمدلله وضعیت یه مقداری دگرگون شده و
در مجموع من پیشنهاد میکنم به دوستان، حالا به عنوان یه برادر کوچکتر، فکر میکنم اگر بخشی از جلسات و بخشی از کلاس ها رو به این نوع ارائه درس اختصاص بدیم، تو پیش دانشگاهی مباحث پایه فکر میکنم الان جای کار داشته باشه، حالا مباحث پیش شاید خود عملی نباشه، ایشالله یه تحول اساسی ایجاد بشه. در خدمت هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. پارسال که آقای نیلون از ما دعوت کردن که دفترشون و این قصه کار گروهی مطرح کردن، من حقیقتا خیلی نگاهم جدی نبود و فکر نمی‌کردم که بازخورد مثبت داشته باشه. بعدش که شروع کردم توی گذشته مثلا 3 جلسه انقدر خودم راضی بودم از این حرکت که توی مدرسه دیگه هم که میرم اونا رو در واقع اون کار رو انجام دادم و مثلا توی مدرسه دبیرستان بیشتر و من توی شهرهایی که این کار رو انجام دادم الحمدلله اونجا هم کادرش توجیه بودن و همه شون همراهی کردم و رو اتفاقای خوبی افتاد. من بعد از گذشت شاید 2 ماه که این کار رو شروع کردم به بچه ها گفتم، بدون اینکه بدونن اصلا مقصودم چیه، گفتم یه نیم سال اول ما رو نقد کنید، بگید بچه ها چجوری کلاس گذشت. حالا من یه چند تا از در واقع یادداشت‌های خودشون امروز آوردم براتون بخونم. یکیشون نوشته بود که کار گروهی مناسب است و بچه‌ها می‌توانن مسائل و مشکلات رو مطرح کنند. بعضی وقت‌ها همکلاسی‌ها و دوست بیشتر از معلم می‌تواند کارساز باشد و کمک کند. ولی مشکل اینجاست که زمان زود می‌گذرد. این جالبی که کلاس ما 90 دقیقه‌ایه. با این حال حس می‌کنه که زمان داره براش زود می‌گذره. و یکی دیگه مورد دیگه‌اش، گروهی شدن ما در ریاضی کمک خوبی در درک من به ریاضی کرده است. و بقیه مواردش مشابه. حالا من چند موردم خودم بگم. من خودم اعتقاد دارم که بچه ها باید از غرور علمی به دور باشن و این وقتی که بچه های سرگروه به واسطه اینکه گاهی اوقات اشتباه میکنن و زیرگروه ها براشون توضیح میدن، باعث میشه اون غرور سرکوب بشه، از بین بره، از اون بر دانش آموزهای دیگه در واقع اعتماد به نفسشون بالا میره و اینجوری همدلیشون بیشتر میشه. یه مطلب دیگه هم که هست، توی بعضی از دانش آموزا که حالا اسلام هم میگن اینا خاموشن، واقعا من اینو حس کردم که اونا نطقشون باز شده دیگه، شروع میکنن توی گروه ها، چون وقتی من صدا میزنم منم و خودش رو یه بغل دستیش، یه جمع صمیمی و کوچیک داریم، توی اون 3 نفر راحت با هم صحبت میکنیم، سوالا مطرح میکنیم. من فقط پیشنهادم اینه که اگر میخواید این کار رو انجام بدید واقعا زودتر این کار رو شروع کنید، چون حقیقتا آدم حسرت میخوره به اون روزایی که گذشت این کار رو انجام نداده. سلام سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از شروع کار گروهی به پرزن اول بذاری دفاع کنم از حق رشته تجربی، چون این بنده به عنوان نقص تفرده در سیشناسی میشناسم و رشته تجربی میدم که این 2-3 سال الحمدلله خدا لطف کرده و تجربه احوا بنیانش گذاشته شده. خدمت کنم که بحثی که آید دکتر این رو ما هم از ایشون متشکر و ممنون. صحبت هم رو 2-3 سال قبل هست و این کار حالا با ایشون تو جاهای دیگه اینجا در صلاحات این 2-3 سال که من خدمت های صلاح و رسم تو کلاس هستم کار داشتم، هم توی سمون دبیرستان هم توی پای دهم الان دارید میبینیم. اثر فوق‌العاده‌اش همین گفتشونی که اتفاق میکنه اصلا تو درش زیدشناسی حالا تو ریاضی برای نکته هایی داری، راه روش هایی داری، فرمول هایی داری، تو زیست موارد فوق العاده ریزه که ما هر برنامه که تو جمع الان نشستم راجع به تعدد سوالات بنده و ریز دادن سوالات بنده و خلاصه موضوعات این چنینی معمولا از من شاکی هستن. این کار کمک فوق العاده میکنه که هم بچه ها موضوعی که در واقع واقعا شاید گفت و شنیده مدازم با فیلم و پیش مطالعه قبلی و ایسه کار جام شاشنی کار معمولا میکنم سر کلاس که قرار رو میگیرن تقریبا به جایی نمیمونه. پارسال یادم هست معلمین راهنما بنده رو تهدید کردن راجع به این قضیه
که خلاصه ها شما این کار داریم باید کم کم معلم ها رو حذف کنیم. گفتم آره من سعی کنم با پیش مطالعه کارو میارم جلو، سعی که باز درس میدم با خود بچه ها تکلیفش میکنم و نهایتا خدمت رو ازم که به اینجا رسیده بودم پارسال آقا یادشون هست به اینجا رسیدم که ما کلاس یه درس رو که هیچی شرطه ندارد یه فصل کامل رو من از بچه ها پیش مطالعه امتحان گرفتم قبل از من حتی هرچند بزنید تقریبا بیش از 50%، بیش از 70% تست ها رو به خوبی انجام دادم و تست دادم اصلا خیلی جالب بود. ما کلاس رو بزنید ترکیم فرسیم تو حیات گفتم و پیش از سال چشم خلاصه این روی کرد رو بسیار من